درود بر هموطنان عزیزم، من سیاوش امانی هستم، سرباز دیدبان. قبل از که شروع کنم از تمام دوستانی که پیام دادن و بابت ویدیو شماره دو که هفته پیش پخش شد و خیلی خرسند شدن، خیلی تشکر کردن، از همتون سپاسگزارم. و کسانی دیگه هم همینطور که دیدن و ته دلشون متوجه شدن که اون طبقه حداقل هستن و در اجتماع چجوری هست، از چه نوع افکاری رو داره، و این یک باعث خرسندی من هست. و من همیشه گفتم من حقیقتش نه دکترم، نه نویسندم، نه مهندسم یا اینکه خبرنگارم. منم مانند شما مردم یک طرز تفکری دارم و سعی میکنم که عقیده خودم یا راهکار خودم رو به شما شیر کنم. حالا اگه دوست داشتید که خودتون بهتر ادامه بدید. امیدوارم که کسانی هم که در این کارا متخصص هستن، در باره طبقات متخصصن که رویه یا روان مردم چرا اینجوری هم، بیان صحبت بکنن و جامعه رو بشناسونن به مردم که ببینید تا چقدر شماها فرو رفتید از نظر مغزی، از نظر تفکر، که اتفاقا حسش هم کردید، اتفاقا هم متوجه شدید مردم در چه طبقاتی هستن که دارن چجوری فکر میکنن. بالا کاری ندارم، تعداد زیادی اومدن تو طبقات بالا، ولی بازم اینا هستن. ولی خب خوشحالم که به نتیجه رسیده و اینم از یک طریقی هست، از یک راهی هست که سعی کردم به شما نشون بدم. الان توی طبقه پنجاهم هستیم. طبقه پنجاهم، پنجاه آشغالترین، کسافتترین، دوزترین، حقبازترین، دروغترین آدم ها، دروغ، طمع، اصلا ناموسش هم میفروشه به خاطرش. هر کاری که شما فکر میکنین کثیف‌ترین آدم ها انجام میدن تو طبقه پنجام هستن. سیاست مدار توش هست، دکتر توش هست، مهندس توش هست، آخوند توش، تمام آخوند ها اونجا هستن، نویسنده تو این طبقه هست، اپوزیسیون دوزاری ها تو این طبقه هستن، انواع مختلف آدم هایی که بازاری هستن، نمیدونم فقط نمیدونم نونبایی هست، معلم هست، استاد دانشگاه توش هست، دکتر هست، دکتر هستن که فقط جیب شما رو میخوان بزنن. اصلا ناراحته که تو مریضی، درد داری، مثلا ناراحتی داری، اصلا براش مهم نیست، فقط میخواد جیب تو بزنن، چون میدونه قرآن، اسلام اولا وجود نداره، میدونه که قرآن یک چیز چرت و پرته، میدونه حتی خدا هم وجود نداره، میدونه اگر نمیدونست که مثلا خدا، مثلا میدونست خدایی هست، خدایی که اونا درباره اش صحبت میکنن، خدایی که بهشت و جهنم هست، از این حرفا هست، خدایی هست، به شرف هم امکان نداشت اینجوری این آخوندا سر شما یه همچین بلایی رو بیارن. امکان نداشت مثلا دکتر با شما این کارا رو کنه، امکان نداشت پلیس یا نمیدونم پاسدار یا کسان دیگه با شما و با ملت یا اینجوری یا این حرکت ها رو انجام بدن، چون میدونن وجود نداره خدایی، یه همچین خدایی که خودشون ساختن، البته خودشون ساختن، وجود نداره، دست به همچین کسافتی هستن. الان ما طبقه پنجاهم هستیم. پس طبقه یک، یادتون باشه طبقه یک قمه میزد، روانی هستن، تو دنیای این، توی اجتماع هستن و اون تفکری که طرف قمه بزنه به خودش، قمه به فرق سرش بزنه، فکر میکنی بقیه حرفاش توی زندگیش چه نوع آدمی هست؟ همش اشتباه هست. یا اون کسی که سینه میزنه طبقه پنج، یادتون هست، یا طبقه ده که مثلا تو گل بمانه خودشون، یا اون کسی که طبقه 20 مثلا قرآن رو بذاره رو سرش. آشغال ترین کلماتی که تو اون کتاب هست، آشغال ترین کلماتی که شما فکر میکنین که وجود داره تو اون کتاب هست. دروغ گفتن، نمیدونم تجاوز، جنگ، دزدی، زورگویی، نمیدونم وعده الکی، تهمت، دروغ، هر چی بگید تو اون کتاب هست و اسمشو از طرف خدا اومده است، کتاب آسمانیه. ببین اون دیگه وقتی کسی یه همچین باوری رو داشته باشه تمام زندگیش وضعش خرابه، تصمیم گیریش، رفتارش، گرفتارش، چون توی مایند اصلیش کجش کرده، کج داره میره، درسته؟ آیا شماها توی همین طبقات بودین؟ خب باشه دیگه، نمیشه کاریش کرد، زمان میبره که مثلا پله پله بری بالا. 50 طبقه است تا برسی به 50 طبقه 50. تازه که رسیدی میبینی به به هرچی آشغال اینجا جمع شد. من توی این طبقه امکان نداره بمونم، امکان نداره، چون یه مش حیوانم
برای همین امکان نداره که تو این طبقه زندگی کنم، باشون معامله کنم، باشون بشینم بلند شم، باشون حرف بزنم، باشون کاری داشته باشم، نمیدونم ازشون مثلا از این طبقه ازدواج کنم، چون همشون هم دزدن، همشون واقع بازن، بعضم خوب بشه مثلا جز اینا باشم. امکان نداره دوست دختر بگیرم، زن بگیرم، یا مثلا دوماد از این طبقه برای خودم انتخاب کنم برای دخترم، مثلا از این طبقه بگیر، طبقه پنجم خیلی خوبن. امکان نداره، امکان نداره اون طبقه زندگی کنم. دیگه بستگی به شما داره، بستگی به خودتون داره که چجوری میخواین فکر کنید، کجا باشی دیگه تصمیمش با شماست که آیا آماده هستی؟ آیا آماده هستی که از این طبقه بری پنجاهم بری صدم؟ آیا واقعا آماده هستی؟ دیگه بستگی به خودت داره. میخوای طبقه پنجاهم باش، میخوای طبقه سی باش، میخوای طبقه 20 باش، زندگی تو کن. تمام این کثافت کشور رو آخوندا رو این پایه گذاشته و دارن زندگی میکنن و دارن میچاپونن. شما از خودتون سوال کردین چرا در لبنان که پایه اصلی، یکی از پایه‌های محکم جمهوری اسلامی بود، شما از خودتون سوال کردید که چرا در لبنان آخوندا مثلا مواد مخدر انقدر که در ایران داره پخش میکنه، چرا در لبنان پخش نکرده؟ اصلا هم پخش نکرده. چرا تریاک در اونجا پر نیست، همه تریاکی باشن؟ چرا فاحشه نباشه؟ مثلا هست، نمیگم فاحشه نیست، حتما مطمئنم هست، ولی مثلا مثل ایران نیست که زنها همینجوری حتی ازدواج هم کردن مثلا اینطور اونطور میشن. چرا در لبنان همین آخوندا که دارن تو این کشور این کارو میکنن در اون کشور انجام نمیدن؟ چون میدونن اون جنس فرق میکنه با این جنس مردم، این جنس مردم و این روششه، این روششه که انجام بدن. بس به خاطر اینکه تو این طبقات گیر کردین و تو این طبقات که روانی شدین، در این حالت با تو صحبت میکنن و میدونن چه کارتون کنن. دلیلش اینه که چرا مواد مخدر تو لبنان نیست؟ مثل مگه اینا کنترل نمیکنن مواد مخدر رو؟ چرا در لبنان پخش نمیکنن؟ چرا در فلسطین پخش نمیکنن؟ چرا در عراق چرا پخش نمیکنن؟ اروپا پخش میکنن، اون طرفا پخش میکنن، ولی چرا اینجا پخش نمیکنن؟ اگر میخوایم از طبقه پنجاهم حرکت کنیم به طرف طبقه صدام، متاسفانه نه پله داره نه آسانسور. از یک طریق دیگه باید برید به طبقه صد که بتونی در طبقه پنجام نباشی و بتونی انسان باشی، انسان باشی. طبقه پنجام همشون حیوانن. مگر خودتون خسته نشدین از انرژی منفی؟ مگر شما از انرژی منفی واقعا از الان با شرایطی که در این ایران در این زندگی میکنید، در این به قول من وول میزنید، زندگی نیست، در این وول میزنید، شما از این مگر اسم خسته شدم نمیشنوید از مردم؟ فکر میکنید انرژی منفی چی هست؟ دروغ گفتنه، دزدی و رشوه، تهمت، طمع، خیانت، اذیت، حسادت، اینا همین انرژی منفیه که تمام تو اجتماع گرفته شده. میخسته نشدید چون تو طبقه پنجام هستید یادتون. ولی من میخوام انسان باشم، میخوام مانند انسان زندگی کنم. ولی برای همین اولش که میخوام انسان باشم، احتیاج دارم که ببینم سوالایی که مثلا برای من پیش اومده، باید به یک نتیجه ای برسم، باید من یک حرکتی بکنم که برای خودم روشن بشه. واقعا برای تا اینجاش که خیلی خوب، قرآن نمیدونم آشکار درست، اسلام همش دروغ، دینای آسمانی همش دروغ، حالا دیگه فقط هم به این بند نمیکنیم، و ولی خدا هم وجود نداره درست، پس جریان چیه؟ که خیلی ها سوال ازم کردید. البته من بگم من متخصص نیستم، ها یک دفعه به عنوان متخصص منو اینجا نگاه نکنید. هر کدومشون شما باید برید برای خودتون، کتابایی هست، ویدیو کلیپایی هست و بعد شما بشینید نگاه کنید، گوش کنید و خودتون راه خودتون رو پیدا کنید. اصلا ربطی هم به من نداره که من دارم چه، من روشی که خودم انتخاب کردم که بتونم برسم به طبقه صد، من به شما دارم میگم این راه رو رفتم. مثل اینکه شما یه کبابی درست بکنید خیلی خوشمزه است، میگم از این راه رفتم خیلی خوشمزه در اومد. برای مثال عرض میکنم خدمتتون. بس برای طبقه 50 تا 100 نه آسانسور داره نه پله، یه طریق خودشو داره. آیا میخواییم واقعا انسان باشید؟
در طبقه 100 یادتون باشه، فکر یه چیزی بگم، تو طبقه 50 دوزی هست، پول هست، معامله هست، لاسو هست، همدیگه رو زدن هست، به همه تهمت به همدیگه خودشون هست اصلا، چون اونم واقعا وحشیان خیلی، از دکترش گرفته و تا آخوندش و سیاست مدار. ولی شما اگر فکر بکنید که از این طبقه بیان بیرون و پولدار نیستی، قدرت نداری، بدبختی، این طبقه بهتره، حداقل یه پولی توش هست، اتفاقا اشتباه بزرگی میکنید، اتفاقا اشتباه بسیار بزرگی میکنید. 100 برابر این پول طبقه 50 تو طبقه 100، 100 برابر نمیدونم آسایش و آرامش و انسانیت در طبقه 100، 100 برابرش، به شرفم قسم، به شرفم قسم 100 برابرش از طبقه 50 بیشتره. اینا چون بلد نیستن، چون توی مایند دیگه هستن، تو همون 50 موندن و من بهشون میگم احمق، بیشورن، طبقه بیشورا باید صداشون بزنیم. مثلا دیگه نباید مثلا بگیم شرم همه اپوزیسیون، مثلا بیشوره، تبرزنی بیشوره، زیبا کلام بیشورن، اینا بیشورن. استادم هستن، اونم نمیدونم مهندسه، اونم خبرنگاره، همه جورش هست. بعد بس تخلیه باید بکنید خودتون رو از انرژی منفی. شما برای اینکه تخلیه بشه، برای اینکه میخوای به طبقه 100 برسی، دم دری که میخوای از دیگه حرکت بکنی به طرف طبقه 100، یه مثال آسان زد، باید اون لباس کهنه تو، اون لباس کهنه که بو گندم میده، حال آدم به هم میخوره، باید درش بیاری، باید اون لباس رو درش بیاری. ولی چون لباسی تنت دیگه نیست، یا لباس نوعی دم دستت نباشه، هیچ وقت درش نمیاری. ولی مطمئنم یک لباس نو پیدا کنی، مطمئنم اون لباس رو در میاری، با چه سرعتی هم درش میاری و یک لباس نو میپوشی که شیک، خوب بود، مثلا خوشبو تنت میکنی. درسته یا نه؟ شماها توی طبقات مثلا پایین، شما خودتون نیستید، باورم کنید خودتون نیستید، ولی گیر کردید تو طبقه 25، گیر کردید. برای این کار که میخوایم حرکت کنیم، باید بدونید کی هستی، کی هستی واقعا، اصلا کی هستیم. نمیخواد مثلا درباره مثلا بهشت و جهنم و اینا رو بپرسیم و اینا. آدم سوال کردیم که وقتی حرکت میکنیم از طبقه 50 تا 100، مطمئن باشین جوابتون رو میگیرین که از من سوال کردین، برای من نوشته بودید که آیا خدا هست آقای امانیه، یا اینکه یه شخص دیگه نوشته بود که آیا بهشت و جهنم وجود داره. یک دوست دیگه ازم سوال کرده بود که آیا پس از مرگ زندگی چی میشه، بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. یک دوست عزیز سوال کرده بود دعا کردن اثر بخش هست، دعا چی. از اول من گفتم که من یه دفعه فکر نکنید متخصصم، خیلی دوستان دیگه در کانالای متخصص اصلا نشنیدم بشینم گوش کنم یا ببینم چی میگه، نه، ولی تو همین مایه ها به شما توضیح میدم بهتر از من، ولی من راه خودم رو دارم به شما میگم، آسونتره، راحتتره، بخوام به شما یاد بدم که اصلا مثلا گیج نشید، این طبقه 50 چجوری بری، چجوری لباس کهنه‌تو در بیاری و چطوری لباس نو بپوشی، چه اتفاقی باید بیفته. برای اینکه این اتفاق بیفته، ما باید مرحله مرحله برم جلو که ساعت‌ها ممکنه طول بکشه. بخوام اینکه این ساعت‌ها طول نکشه، من خیلی خلاصش کردم، کوچیکش کردم و بهتون تحویل دادم، پله پله این طبقه رو بریم بالا. البته پله وجود نداره، ولی قبل از که حرکت کنیم، شما باید بدونید که الان که روی زمین هستی، همه اون چیزایی که تا حالا شنیدید خواهشن، هر چی که شنیدین از این ور اون ور اون ور، یه کمی بذارید کنار، از مغزتون برای چند دقیقه بذارید کنار، ببینید واقعا من دارم چی میگم. ببین میارزه، دکترم نیستم، پروفسورم نیستم، کتاب نویسنده نیستم که کتاب براتون بنویسم یا بشینم براتون صحبت کنم، سخنگوی خوبی هم نیستم، ولی راه حلش رو براتون آسون کردم، چون برای خودم باید آسون میشد که بفهمم راه حلش رو دارم بهتون آسون کنم. که اول ببینیم که اینجا روی زمین هستیم، الان رو زمینیم، فورگت بارت، مثلا قبل از من میخوام بمیرم چی میشه، فورگت بارت، نمیدونم خدا میخواد اون بالا منو چیکار کنه یا نه، فورگت بارت، فراموش کنید، فقط ببینید الان رو زمین هستید، ببینید زمین تو باید بشناسی یا نه. پس یه باید اول زمین تو بشناسی، درسته یا نه، روی زمین هستی، پس باید یه گذری بکنیم از این جریان زمین که ببینی کی هستی. و به صورت خلاصه هم میام باید تعریفش رو میکنم براتون، و شما قبل از که حرکت کنی ببینی کی هستی، از کجا اومدی و از به کجا میخوای بری. خیلی ساده است، از کجا اومدید،
مزخرفای آخوندا رو حالا کاری ندارن که میگن ما 7 روز درستش کرده، 6 روز درست کرده، با گل درست کرده، یکی میگه نه با استخون دنده چپ مرد درست شده، یکی گفته نه سیب خورده، سیب چون خورده، گندم خورده، گندم دلش درد گرفته، فرستادش زمین، شیطان اومده دعا کن گلاشو بر من قبول، هم اینا رو همه رو بذارید کنار. ببین کی هستی، ببین جهانی که الان تو نشستی و ایستادی و داری نگاه میکنی، زمین، کره، ما، آفتاب، کوه، آب، درخت، نمیدونم دریا، دیگه چی، کهکشان، ستاره، اینا اصلا چی هستن دوره بره؟ واقعا چی چیه؟ شاید خیلی هاتون میدونی، شاید خیلی هاتون قشنگ بهتر از من رفتین درباره خورشید مثلا تحقیق کردین، درباره نمیدونم آسمان، کهکشان، همه جورش مثلا تحقیقات کردید، درست؟ ولی خیلی ساده میخوام به شما یه داستانی خیلی کوتاه براتون درباره زمین و خود و از کجا اومدید، واقعا از کجا اومدید با مدرک ها، نه بدون مدرک، فقط بگم من بهشت اونجا 72 تا حوری هست، یه آخوند دیگه میاد میگه زنا گناه کردن همشون میرن تو جهنم، زنایی که میمیرن نمیان تو، یک مزخرف. نمیخوام به بچه‌تون که وقتی ازتون سوال کنه که پدر یا مادر شما مثلا جریان خدا و اینا چجوریه که شما نگین بهش میمندن با گل درست کرده خدا، در چند روز درست کرده زمین رو، نمیم 6 روز درست کرده، این اونجوری 2 روز درست کرده، تو رو به خدا این مزخرفات رو نباید بگیم، چون وظیفه زن در جامعه، وظیفه زن خانوما این جنس وظیفه‌شه که به چون تولید میکنه کامله، خانوما مغزشون کاملتر از مرده، کامل هست و وظیفه‌شه که بچه‌ها رو تربیت کنه، درست تربیت کنه، درست بره جلو، نه یادش بده قنه بزن تو سر خودش، یادش نده مثل مال مولک خودش رو بکشه رو زمین، یادش نده بره سینه بزن، یادش نده بره گدایی کنه، یادش نده نمیدونم دروغ بگه، یادش نده که بره تهمت بزنه، یادش نده بره نمیدونم طمع داشته باشه، اذیت کنه یا خدا یا سبب مادره که این جامعه رو درست کنه. پس بانوان و خانوم ها و یا مادرها نقش بسیار موثری در یک جامعه داره. برای اینکه این نقش قشنگ اثر کنه و برای پایه‌ریزی آینده درست جلو بره، باید مادرها یا خانم‌ها در ایران بهترین زندگی و آرامش و آسایشی داشته باشن و این هست که دولت آینده باید جوری رفتار کنه و جوری قانون‌بندی کنه که مادرها و خانم‌ها در ایران آسایش کامل، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر جامعه داشته باشن، که بتونیم پایه‌های بسیار محکم در ایران ایجاد کنیم. برای همین آخوندها با زن خیلی مکافات دارن، چون میدونن به کجا حمله کنن، این ویروس میدونه به کی حمله کنن. مراجعه شده؟ پس باید خودمونو اول بشناسیم، حداقل از کجا اومدیم و بدونید، خیلی ساده، خیلی خلاصه، برای هر تیکش هم برید تحقیق کنید. پس شروع میکنیم از طبقه پنجم و قبل از که لباستون رو در بیارید، لباس نو بپوشید، قبل از اینکه هیجان پیدا کنید برای طبقه صدام، چون گفتم طبقه صدام من با هیچ به شرفم با هیچ پولی، با هیچ قدرتی، با هیچ نمیدونم نامر، با هیچ عوضش نمیدونم، به شرف، چون میدونم دقیقا بعد از مرگم چی میشه، میدونم وقتی مردم چه اتفاقی دارم، برای همینه امکان ندارم دروغی بگم، دزدی بکنم، خیانت کنم، اذیت کنم، حسود باشم، نامرد باشم، رشوه بگیرم، رشوه بدم، امکان ندارم. پس شروع بکنیم از ببینیم که این جهان چطور ساخته شد و الان که شما اینجا هستید چه اتفاقی واقعا افتاد.